المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. در ادامه شرح فقراتی از دعای صحیفه سجادیه بودیم. امام علیه السلام در این فقره که به محضر خدای تعالی عرض داشتند الحمدلله الذی دلنا علی التوبه التي لم نفدها او نفدها الا من فضله، که هم مخصوص خدایی است که ما را به توبه راهنمایی کرد، آن هم از روی فضل و کرمش. در ادامه فرمود فلو لم نعتدد من فضله الا بها لقد حسن بلاؤه عندنا و جل احسانه الینا و جسم فضله علینا. اگر ما از همه فضل و کرمی که پروردگار به ما داشت، ارزانی داشت، ما فقط توبه رو به حساب بیاوریم، و یا به عبارت دیگر اگر همه فضلهایی که به ما ارزانی داشت به حساب نیاوریم فقط مگر توبه را، یعنی فقط توبه را در نظر بگیریم، فقط به همین یک فضل و همین یک نعمت بسند کنیم، این کافیست برای ما در اینکه او به ما احسانش را تمام فرمود و فضلش را بر ما تمام فرمود. یعنی در بزرگی فضل او، در بزرگی احسان او، در تمام بودن احسان او، همین بس که توبه را به ما ارزانی فرمود. خب این معنا رو گاهی انسان از امام میشنود که اینطور تشخیص دادن، اینطور میبینند که توبه چقدر نعمت بزرگی است. یه موقع است که خود ما به وجدان بتونیم بزرگی این نعمت رو درک بکنیم. ما با قطع نظر از فرموده امام علیه السلام خودمون که لحاظ میکنیم، بین خود و خدا وجدان خودمون رو در نظر میگیریم، اگر ما مؤمن باشیم، به وعده های پروردگار مؤمن باشیم که چه مکافاتی برای انسان گناهکار فردای قیامت هست، اون شعله های آتشی که خاموش شدنی نیست و انسانی که در دنیا یک بار میمیرد با سوزاندن و دیگه تکرار شدنی نیست، اونجا همیشه در حال تکرار هست این سوزاندن الی ابد. اون اوصافی که برای جهنم در قرآن مجید آمده است، وقتی که انسان میبیند و در مقابل اگر این گناه نباشد، صفحه نفس پاک باشد، انسان پرهیزکار، انسانی که صفحه نفس او از گناه پاک هست، چه نعمتهای بزرگ دائمی ابدی همیشگی برای او هست. اگر اینا رو مؤمن باشیم، وقتی یک گناه از انسان سر میزند که آدم یقین کرد این گناه هست
مخصوصا از قبیل دمم نباشد و گناه کبیره باشد، انسان اگر مؤمن باشد حاضر است به هر قیمتی شده است این گناه رو پاک بکند، چون میداند اگر این گناه پاک نشد اون عذاب در انتظار او هست. واقعا انسان وقتی که به اون نقطه میرسد، به اون مرحله، در اون جایگاه، در اون مرحله، در اون موقعیت وقتی که تصورش میکند، احساس میکند که همه زندگی خودش رو به درد کمه، احساس میکند جان خودش هم به درد کمه. مسئله ای نداره، جان خودش بده، چون یک بار مردنه خلاص میشه، ولی اون عذاب دائمی رو به شرط اینکه پاک بشه حاضر انسان عاقل واقعا حاضره. ولی خدای تعالی از همه اینها صرف نظر کرد، فضل فرمود اگر تنفر و بازگشت درونی، پشیمانی و ندامت درونی در شما حاصل شد، بسه، من قبول میکنم که اون عذابی که به خاطر اون گناه در انتظار شما بود اون عذاب رو ببخشم. اگر حقیقت توبه در جان شما که همون پشیمانی جدی واقعی و ناراحتی از گناه کرده شده و عزم بر عدم تکرار او در جان شما، در نفس شما باشه، من قبول بکنم. تلفظم لازم بکنید، استغفرم لازم نیست بگید، بگیدم مستحبه. خب این چقدر نعمت بزرگی است که انسانی که حاضر هست که همه هستی خود را برای اینکه اون عذاب دائم رو دفع بکنه از خودش بپردازه. اگر ازش سوال بکنن حاضری جانت بدی که اون عذاب پاک بشی، میگه بله 100%، چرا حاضر نیستم؟ این جان یک بار داد جان دادن دیگه خلاص میشم، ما اون عذابی که قطعا در انتظار من هست نمیخوام اون سراغ من بیاد، عاقل اینجوره. ولیکن خدای تعالی همه اینها رو میبخشه، به خاطر همین توبه‌ای که پشیمانی واقعی در انسان باشه خودش نعمت بزرگیه. یعنی بین خود و خدا وجدان خودش رو انسان حاکم بکنه، فکر بکنه که دیگه هیچ نعمتی بالاتر از این در دنیا نیست که اون عذاب دائمی که هیچ کس جز خدا قدرت دفع او رو نداره، عذابی که قطعا در انتظار انسان گناهکار هست، خدای تعالی بخواد با این پشیمانی قلبی، با یک امر ندامت درونی اون عذاب رو چیکار بکنه؟ رفع بکنه. نه تنها رفع بکنه، بلکه اگر این پشیمانی درونی همراه با اصلاح خودش در آینده عمرش باشد، اون گناه او را تبدیل به حسنه بکند، به جای اون عذاب برای اون گناه چی بنویسه؟ به مقابلش حسنه، اولئک الذین یبدل الله، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این در مورد کسی است که توبه کرده و بعدن صالح شده، بعدن رفتار خوب داشته. خیلی عجیبه این مرحله، هم باز خیلی عجیبه، نعمت بالاتره که توبه، اگر توبه نصوح باشد که قطعا این توبه نصوح همراه با خالص باشد، یعنی خالص باشد توبه واقعی دیگه، بله باشد، این همراه با اصلاح بعدی باشد، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی دونه دونه این سیئات، گناهان کبیری که انجام داده، تبدیل به چی بشد؟ حسنه بشه، ثواب براش باشه. خب انصافش اینه، من که هر چیز فکر کردم تا الان بین خود و خدای خودم هیچ نعمتی رو در این دنیا بالاتر از این ندیدم، نمیتونم تصور بکنه انسان.
لذا امیرالمومنین فرمود امیدوار کننده ترین آیه برای من این آیه شریف است، ولایت یبدل الله سیئات حسنات. لذا حضرت فرمود فلو لم نعتدد من فضله الا بها، یعنی به توبه، اعتد بهی یعنی به حسابش آورد، لم نعتدد بهی یعنی اگر ما از فضل او هیچ حساب نیاریم، لم نعتدد من فضلهی الا بها، یعنی فقط اعتددنا به توبه، فقط اگر به توبه ما نظر بدوزیم و او رو به حساب بیاریم در میان همه فضلهایی که با ما در این دنیا ارزانی داشت با انواع بیشمارش، همه اونا رو کنار بذاریم، فقط همین توبه رو حساب بکنیم، همین، لقد حسن بلاءه عندنا، آزمایش خوبی هست، آزمایشی که آزمایش کننده انسان مردود رو، رفوزه رو، اون کسی که از این امتحان خوب بیرون نیومده، مستحق عقوبت دائم شده رو با پشیمانی فقط چیکار میکنه؟ میامرزه. مثلا حالا اگر چنانچه انسان در کنکور جایی امتحان میگیرن، بره به اون مصاحب و اون مدیر بگی که آقا من اشتباه کردم، حواسم نبوده، خطا کردم، تو من نمره درست بده، کسی قبول میکنه این حرفا رو؟ هیچ احدی در هیچ جایی از اقلای عالم قبول چی آقا نمی کنن، هیچ کس. عجب امتحانیه این، عجب امتحانیه که انسان مردود مستحق عقاب رو امتحان کننده با پشیمانی واقعی چیکار میکنه آقا؟ میامرزه. اگرم بعدنم اصلاح بکنه خودش رو، این گناه تبدیل به چی بشه آقا؟ الله اکبر. عجیبه، واقعا عجیبه. این هست که امام سجاد علیه السلام میفرماد که اگر ما فقط توبه رو از میان فضلهای رو به حساب بیاریم، همین، لقد حسن بلاءه، امتحان او رو زیبا میکند، نیکو میکند. چه نیکو امتحانی! و جل احسانه الینا، و احسان او را در حق ما بالا میبرد، بزرگ میکند، عظمت میدد، عظمت میدد احسان او را، ارزش میدد. جل احسانه الینا و جسم فضله علینا، و فضل و عنایت او را بزرگ میکند. همین یک نعمت، همین یک فضل. بعد در ادامه این فرمود که فما ها کذا کانت سنتا هو فی توبه لمن کانت قبلنا، برای امم مازین چنین توبهی نداشته خدای تعالی، فقط برای امت مرحومه که گفتن یک علتش همینه، توبه رو به همین مقدار قبول میکنه. امت موسی بعد از این هم معجزاتی که از رسول، از خودشون دیدن، رسول خودشون از موسی دیدن علیه السلام که خدای تعالی بحر رو شکافته، دریا رو شکافته، رود نیل رو شکافته، اینا رو از دست عذاب قطعی فرعون، که خب الان شما هر کس باشید اگه یک دشمن سرسختی که مثل داعش، هزاران داعش اون طرف، شما این طرف نیل، هر دو یه طرف باشین، این شما تعقیب بکنه، 2 کیلومتر باشان فاصله داشته باشه، شما دیگه راهی جز دریا ندارید، خب برید تو غرق میشید دیگه، چاره‌ای که ندارید. در اینجا انسان یقین میکنه که قطعا به دست اینا چی میشه؟ گرفتار میشه. ولی خداوند اون رود رو شکاف برای اینها، اینا از دست اینا نجات داد، رفتن اون بر و انواع عذابهای قمل و طوفان و فلان و فلان رو خدای تعالی از اینا رفع کرد، ولی اینا باز گوساله سامری رو پرستیدن. اون وقت وقتی که موسی از کوه طور برگشت، دید این طوره، از خدا خواست خدایا اینها جاهلن، نمیدونست، اول عصبانی شد خیلی، یقه هارون رو گرفت، یجر رو الی میکشید که توش بعد از من چیکار کردی اینا اینجوری شدن. او گفت که خب من برای اینکه اختلاف نیفته، شقاق فتنه نیفته، من برای اینکه بالاخره وحدت رو رعایت بکنم. بعد حضرت موسی از خدا خواستم توبه بده، توبه ده، خدا وحی که فرمود توبه شما قبول نمیشه مگر اینکه بیفتید به جان هم دیگه رو بزنید. بعد اینا کفن پوشیدن، شمشیر گرفتن، با هم جنگیدن، موسی و هارون هی گریه میکردن، همه اینا در روایته.
که خدایا دیگه بسه، چیزی از بنی اسرائیل نمونده، هم دیگه رو کشتن، پسر برادر رو میکش. وقتی که میدید نمیتونست بکشه، ولی خداوند یک ابر غلیظی رو بین او و فرزندش حائل میکرد که او نمیدونست طرف مقابل کیه که میزد، بعد میفهمید پسر خودش کشته. تا این اندازه یعنی خدای تعالی اون صحنه رو اونقدر تیره و تار کرد که اینو هیچ کدوم همدیگر رو نمیشناختن دیگه، میزد همدیگر رو میکشتن. توجه فرمودی؟ توبه اونها به این بوده، چون اونها خواستن از موسی بخواه، اونها از موسی خواستن که از خدا بخواه که برای ما توبه بکنه، توبه رایی داره، ما خواهم توبه بکنیم. به هر نحوی شده خدا هم وحی کرده که توبه شما بگینه. این که بعضی از بلاها میاد، جنگ ها میشد بین ملت ها، خیلی از اینا بر اثر همون کرده های گناهشون است که اگر مؤمن باشن بخوان توبه بشن، خب توبهشون به این است که سختی هایی در این دنیا بچشونن. در آیه شریف قرآن ما هم دارد که دارد که ما من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مصیبت هایی که جانی و مالی و فلان و فلان ما برای شما می‌نویسیم، چه بسا برای این است که پاک شدن شما، زهد شما منوط به تحمل اون مصیبت هاست. حالا در امت مرحومه ما خدای تعالی به نفس توبه اونا رو چیکار میکنه؟ آقا میامرزه، به توبه. ولیکن در امم سابقه اینجور نبوده که فقط با صرف توبه قبول بکنه. لقد ربع عنا ما لا طاقت لنا به، اون جنگی که بعد از موسی گفت هم دیگر رو بکشید، ان اقتلوا انفسکم، که ما طاقتش نداریم، خدای تعالی اونگونه توبه رو بر ما تکلیف نکرده. ولم یکلفنا الا وسعنا، الا وسعنا او وسعن، ولم یجشمنا الا یسرا، ما را به سختی ننداخت مگر اینکه از ما یسر رو تقدیر فرموده. یورید لا بکم یسر ولا یورید بکم عسر. خب این مسئله توبه اینچنین اهمیت دارد و خدا را به محمد آلش علیه السلام قسم میدیم که ما را موفق به توبه خالص و واقعی و مرضی ذات مقدس حق موفق گرداند انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.